شما بیننده ما و ما شنونده شما خواهیم بود و اینک نوبت شماست که نظر و دیدگاه خود را به سمت ما و بینندگان عزیز شبکه جهانی کلمه برسانید. شبکه جهانی کلمه در نظر دارد در جهت نهادینه سازی فرهنگ گفتگو و آزادی بیان، پذیرای پیشنهادها و دیدگاه‌های بینندگان عزیز در برنامه صدای ملت باشد. صدای شما همه روزه به ترتیب اولویت تماس‌ها در برنامه صدای ملت ساعت 17:30 به وقت تهران. صدای ایران مزاحم میشم. شبکه شما رو که نگاه میکنم الان دیگه اصلا عین شما شدم، اصلا عین شیعه ها نیستم دیگه، عین شما وضو میگیرم، عین شما نماز میخونم، عین شما عزوم میگم. قبلا من نماز نمیخوندم ولی الان شبکه شما رو نگاه میکنم دیگه نماز میخونم، دیگه یا علی نمیگم ولی بلند تایستم خونده بودم و فامیلم هم همه شیعه هستن. بعد خیلی هم به سنی ها خیلی توهین میکنم، به حضرت عمر خیلی توهین میکنم، خیلی دشمنی دارم با سنی ها. من هدفی که میرم پیششون اصلا خیلی ناراحت میشم وقتی که میبینم مثلا به حضرت عمر خیلی توهین میکنم، به سنی ها خیلی توهین میکنم، در باره سنی ها خیلی دروغ در میارم، مثلا یه سنی ها اینو گفتن یا اون کار کردم، ولی در حالی که مثلا دروغ میگن. ایراشی من یه تقاضایی داشتم. با وجود این که ما تو کشور ایران زندگی میکنیم و اهل سنت هم هستیم، اما بر اساس حرفایی که حکومت و رژیم میزنند حتی ما خود اهل سنت هم به قضیه وهابی باورمون شده، یعنی حقیقت وهابی تو که اصلا وجود نداره باور کردیم. یک برنامه رو بسازید که اصلا مردم اهل سنت هم بفهمن که اصلا وهابیت وجود ندارد، حداقل که ما خودمون اهل سنت هستیم به خودمون تهمت نزنید. خیلی ممنونم. از الله متعال خواهانم که همیشه سربلند و موفق مایت باشی که در این عصر پر از خرافات و شبهات ما از معلومات و روشنگری شما استفاده کنیم. شما واقعا نورش شما موحدان و اهل سنت هستید. آقای پروفسور مور از دانشگاه یل امریکا تحقیقات بسیار وسیع در مورد بدن انسان کرده. بدن انسان الان از هر کسی اگر سوال کنین بگین فرمانده انسان در بدن کجاست میگن مغزه، در صورتی که ایشون ثابت میکنه که قلبه، چنانکه در قرآن بیش از 40 خورده آیه میاد میگه قلبش سخت شد، قلبش نمیفهمه، قلبش هدایت نمیشه، قلبش قفل خورده، قلبتون اصلاح کنین، قلب 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 همیشه. هیچ جا از مغز صحبتی نیست. چرا؟ مغز محل از لحاظ علم و دانش امروز روی تئوری سیستم ها مغز مرکز جمع آوری اطلاعاته، یعنی شما گوش و چشم و حس لامسه و کلامی که بیان میکنین یا تحلیل میخوای بکنی اینا همه در مغز جمع آوری میشه. ولی کجا به شما فرمان میره به مغز؟ درست علاوه اعصاب، تفکر و علم تعقل همین هنوز علاوه علمی ثابت نشده که در بدن انسان در اثر ارتباطات اطلاعاتی مغز چگونه تعقل و تفکر ایجاد میشه. اما فرمانی که از بدن صادر میشه توسط ضربان قلبه. حالا چجوری؟ قلب شما وقتی کار میکنه دائما منقبض و منبسط میشه، میدان الکترومغناطیسی در بدن ایجاد میکنه. وقتی که قلب شما کار کرد الکترومغناطیس بدن که حیات ما هست در همه چی در این نظام اثر میکنه الا نیروی جاذبه، این الکترومغناطیس باعث میشه بدن شما رو حیات میبخشه، یعنی در اثر پالسای الکتریکی که به مغزتون میزنه مثلا در هر صدم ثانیه 1,500,000 پالس الکتریک میره به مغز. در اثر این الکترومغناطیسی که ایجاد میشه
میتوانه این بدن رو تنظیم کنه لحاظ حیاتی. حالا زمین بزرگترین میدان مغناطیسیه که شما وقتی یه قطب‌نما میذاری میبینید قطب‌نما اتوماتیک حرکت میکنه به طرف قطب شمال یا جنوب که محل الکترومغناطیسه. حالا این پروفسور مور اومده تحقیق کرده میگه آقا تنها نقطه زمین که شما الکترومغناطیس بدن شما با زمین تطبیق میکنه فقط کعبه است، یعنی به طرف سرزمین مکه است. این آخوندهای صفوی ضد دین کمر همت بستن که کلا دین اسلام رو کاملا دو دسته مجزا و جدا بکنن و البته میخوان این کار رو نرم نرم و کم کم انجام بدن تا برای مردم اینا قابل هضم باشه. مثلا قبلا صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم مشخص بود ولی الان اجل ولیک الفرج اینا بهش اضافه کردن، همینطور در اذان و همینطور در شهادتین و حالا به خاطر بغض کینه که با دولت اسلامی عربستان دارن میخوان مرکز تجمعات زارین از مکه به سوی کربلا تغییر بدن. درسته که در مسلمان میگن دین از سیاست جدا نیست، ولی دو دسته میشن، یک عده تا زمان دین رو با سیاست همراه میکنن و میدونن که دنیاشون در خطر نباشه، یعنی اگه بنا باشه یک کشور دیگری بشه دین رو فدای سیاست میکنن، ولی یک عده تا اونجای دین رو با سیاست همراه میدونن که سیاست رو فدای دین کنن. خداوند این آقا رضا و این آقا حمید اینا رو یه نعمتی داده به ما، اگر اینها نباشد ما باید هنوز هم تو شرک و مشرک بودن خودمون ادامه میدادیم. اینها دارن هر روز آیت الکرسی رو میخونن ولی معنی آیت الکرسی رو نمیخونن. آیت الکرسی رو با معنی بخونید ببینید که خداوند چی میفرماید. من شروع کردم به قرآن خوندن با همین استخاره، رسیدم به اونجا که فکر کردم دیوانه هم. بعد به وقتی که برگشتم به حال عادی هی به خدا میگفتم خدایا من به امید رحمتت این کتاب رو باز کردم، چرا اینطور شد؟ حتی زنگ زدم قوم، خدمت دیگه از آخونده گفتم که من قرآن رو به امید رحمت خدا باز کردم، به امید هدایت باز کردم، چرا باید جام توی به اونجا برسم که دو هفته بستری هم بیمارستان؟ به من گفتش که تو دلت چیز بود به اصطلاح نمیدونم حالا بگم چی، حالا این لفظشون یادم نیست، منظور شاید گناهی بود من کردم یا کدورتی توی دل من بوده. گفتم خب خداوند آمرزنده است، اگه قرار بود که با خوندن قرآن من راه به اینجا ببرم که خداوند نمیگفت قرآن بخونید، ولی واقعیت این بود که اینا، یعنی من بار اولم که سال 84 شروع کردم اولین چیزی که بهش رسیدم این بود که امامت حضرت علی به قرآن نمیخونه، حتی خداوند در قرآن میفرمایند که پیامبر پدر هیچ کدوم از رجال شما نیست. آیا سخت بود برای خداوند که حضرت محمد پسری داشته باشند تا این همه مثلا مشکل ایجاد نشه و خیلی راحت موروثی به ایشون برسه؟ بعد من یک بار خدمت یکی دیگه از این آقایان گفتم که من شیعه نیستم. گفتش که پدر و مادر شیعه هستن؟ گفتم بله. گفتن شما مرتدی، حکمت اعدامه. گفت چرا شیعه نیستی؟ گفتم اسم حضرت علی تو قرآن نیومده، خدا قرآن و فرقان قرار داده، جدا کننده حق از باطل قرار داده، چرا اسم حضرت علی؟ گفت اسم ابوبکر و عمرم تو قرآن نیومده. گفتم اونا که ادعای امامت نداشتن، که جامعه مسلمون ها بود که انتخاب کرد و خب طبیعی هم بود. حتی یه بار دیگه تو کلاس تاریخ اسلام خاطرم هست که گفتن که همین که پیغمبر فوت کردن، استاد درسمون گفتن مثلا همین که پیغمبر فوت کردن این چند نفر رفتن نشستن و در واقع در حالی که حضرت علی داشتن پیغمبر رو غسل و کفن می‌کردن رفتن جانشین تعیین کردن. گفتم که ببخشید خب اون وقت ایران خودمون آقای خمینی فوت کردن، بلافاصله اول رفتن نشستن قبل از که به مردم اعلام کنن جانشین تعیین کردن، خب مملکت میره رو هوا. گفتن که نه، ایشون پیغمبر اسلام بودن. یا مثلا تو نص صریح قرآن هست پیغمبر میگن که من بشری هستم مثل شما که به من وحی میشه،
حتی ادعای علم غیب نمی کنن جز اون جایی که خدا اگر بهشون علم غیبی داده باشه تو مراحل زندگیشون. بعد اینا و آقایون برای اماما همه قائل به علم غیب هستن. خب وقتی میگن من بشری هستم مثل شما که به من وحی میشه، یعنی اگه به کسی وحی نمیشه میشه بشری مثل شما. مگه ما آیه قرآن نداریم که خداوند به حضرت محمد میفرمایند که شما نمیتونی صدای خودتو به مردگان برسونی؟ آیه 22 سوره فاطر. مگه خدا جای خاصی رو تعیین کرده که بری باهاش صحبت کنی؟ خدا میگه من از راه گردن به شما نزدیکترم. چرا خودتون رو گول میزنی؟ من خواستم بگم که واقعا وقتی که مخالفین با شما حرف میزنن ما بیشتر اطلاعات دست میگیریم، بهتر میفهمیم اطلاعاتو، هرچی که مطالبی که مطالب مختلفی متوجه میشیم. خیلی خوبه که مخالفین زنگ میزنن. باخه بعضی از برادران اهل تسنن زنگ میزنن میگن آقای ترشابی، آقای هاشمی، اینا رو جواب ندین. ولی نه، جواب بدین، ما بیشتر متوجه میشیم. در قرآن آمده که پیامبر وحی از جانب خداوند از طرف جبرئیل امین می آمد و به صحابه و به دیگران نقل می کرد و بالاخره به قرآن شریف در آمد و این که به پیامبر است. اما در هیچ جای قرآن شریف که نیامده که امامان اسمت دارن یا اهل بیت پیامبر اسمت دارن. حالا مشکل اینجاست، خب اینا دعواشون رو با قرآن دارن، خودشان هم اسلام خطاب میکنن. خب نه در حدیث صحیح آمده نه در قرآن آمده که ما بگویم امامان اهل بیت حضرت علی و امام حسن امام حسین و به پایین تا آخر اینا اسمت که قائل هستن. خب چیکار کنیم که نیامده در قرآن؟ خودمون رو بکشیم؟ اگر خود به زمین و آسمان هم بزنن آقایان اهل تشیع فایده نداره، چون در قرآن چیزی نداره به عنوان امامت یا به عنوان اسمت امامت. هر کاری بکنی، این ور بزنی اون ور بزنی، تمام دنیا را که بیاری تکان بدی، خانه تکانی بکنی، همه جای را هیچ فایده ندارد آقایان اهل تشیع. من یه شیعه هستم، من آقای خدمتی رو دیدم، واقعا این را میکنم، خیلی زنگ زدم به شما، مسخره بازی در آوردم خدمتتون، شعارهای بد دارم خدمتتون، مرگ بر فلان و ضد ولایت تشیع و فلان، منم پشیمونم از این حرفای خودم. من آقای خدمت دیدم، انسانیت ایشون رو دیدم، به قرآن مجید قسم میخورم یه ایمان آوردم به شما فقط به خاطر خدمت. چقدر انسان شریفی هستن ایشون. آقا هر چی که مراجعه گفتن دروس هست، تو چه کار داری؟ لباس سیر علی پوشیده یا حسین انجام داده، تو چه کار بینا داری؟ هر چی که مراجعه تقلیق گفت دروچ هست، فقط قبول کن کور قرآنه، تو کاری بین نداشته باش امام انجام داده، امام علی انجام داده، اون انجام داده یا نداده. چه خرافاتیه، چه چیزیه که تو سر ما جوانا فرو کردن. به خدا قسم خسته شدیم دیگه بابا نمیشه اصلا، به خدا بریدیم دیگه. فقط قرآن، فقط سنت، اصلا دیگه نمیدونم چی. ببینید حضرت علی هم به قول شما همین الان بیاد بگه آقا من اینو نگفتم، اینا خرافاته، اینا میگن نه این بوده هست. اینا تمامشون ذکر و خیرشون اول علی، آخر امام زمان خیالی. مدت 500 سال میشد که به نام دوستی اهل بیت این ملت مظلومون آگاه را در چنگال خونین خود در زیر آسمان تاریک ابرالید شک و خرافات و بدعت و غبطرستی و ایمان پرستی چنان ظلمهای نابخشدی بر این ملت اسیر روا داشتند که به جای دوستی با خدا، خدا را کنار گذاشته به نام دوستی اهل بیت بر ناموس این ملت تجاوز میکند و نامش را چیقه گذاشتند و آشکارا دید این ملت را اسیر را دوزی میکند، نامش را خمس گذاشتند به نام دوستی اهل بیت در ناموس جد امامان و مادر بزرگهایشان خوش ناسزا میگیرند و نامش را دفاع از اهل بیت گذاشتند و به نام دوستی اهل بیت سال چند بار به نام عزاداری این ملت مظلوم را لتکوب میکنند و نامش را آشورا گذاشتند. ای ملت مظلوم، ای نوادگان ایران زمین، بیدار شدید تا به کی خواب هستید؟